Kill the boy, Jon Snow. درباره 10 تا از اتفاقات احمقانه ای که تو سریال گیم اف ترونز افتاد با هم دیگه صحبت کردیم و اونجایی هم که ازش استقبال شد و کامنت های خوبی هم گذاشتید، گفتم بذارید پارت دومش هم درست بکنم. دو مرتبه میریم 10 تا دیگه هم اینجا بهتون میگم از اون اتفاقات عجیب غریبی که اصلا افتاد و روند ماجرا رو کاملا تغییر داد. اگه بیاید به کل مسیری که سریال داشت دقت بکنید، از فصل اول تا پنجم یه مسیر فوق العاده ای جلو داشت میرفتش و بعد از اون بودش که توی فصل ششم و هفتم و هشتم همینطوری یواش یواش دیگه افت پیدا کرده. دیدیم به این مسیر انتهایی رسیدیم که در آخر اومدن به اون نشون دادن که یه فاجعه بزرگ اصلا اومد درست کرد که خیلی ها ناراضی بودن و هستن و همچنان هم دلشون میخواد که این فصل ریبوت بشه و از اول بیان درست بکنن تا بتونن ماجرا خیلی بهتر بیان و بهمون نشون بدن. پس اینجا میریم سراغ 10 تا دیگه از اتفاقات احمقانه ای که توی دنیای گیم اف ترونز پیش اومد. شماره 10 رو میدیم به جایی که واریس اومد رفتش به جان گفتش که تو باید بیای به دنریس خیانت بکنی. اگه بیایم به تمام ریتم ماجرا دقت بکنیم، جان کاراکتری بودش که کاملا مشخص به آدم با شرافتی سعی میکنه که دروغ نگه، توی مسیر درستی همشه داشت حرکت میکرد و خب اونم به خوبی اینو میشناختش، ولی این که میادش و بهش پیشنهاد اینو میده که برو به دنریس خیانت کن و دقیقاً جایی هم که اون بهش کمک کرده بود با نایت کینگ روبرو بشه، این مقدار حرکت احمقانه ای بودش. و از طرف دیگه بیایم به این ماجر نگاه بکنیم، کاراکتری مثل واریسی که اصلا متوجه تمام اتفاقات شده میتونست مخفیانه همین توز جلو ببره. اون استاد نجوا بودش و از طرف دیگه هم کلی هم جاسوس داشت که میتونست تمام این اطلاعات خبرها رو یواش یواش جلو ببره با تمام آدمایی که میشناسه و بهشون اعتماد داره توانی بکنه و اینطوری بیادش اون تغییر قدرت رو انجام بده. اتفاق بزرگی که همیشه توی روند ماجراهای سلطنتی دیدیم که میان این کارو انجام میدم، ولی خب این حرکتی که اومد انجام داد و مستقیم داره به اون میگه که بیا به دنریس خیانت بکن و خودت پادشاه بشی، یه کار کاملا احمقانه ایه که بهتر بگیم به اون نامه‌ای که داشت مینوشت و داشت خبر رو پخش میکرد، در اصل داشت نامه مرگ خودش امضا میکرد. شماره 9 میدیم به جایی که یورن میادش و میرسه به جیمی و اون مبارزه که توی ساحل با هم دیگه داشتن. اگه بیاید نگاه بکنید، اصلا یه سکانس اضافی بود، انگار مثلا کارگردان دیده بودن که اون کاراکتر نیستش بیاد اینجا، حالا یه فایتی هم داشته باشن و یه درگیری این وسط پیش بیادش. میتونست این فایت بین جیمی و یورن پیش بیادش، ولی خب اینجایی که اومدن بهمون نشون دادن اصلا جای درستی برای این مبارزه نبودش. اگه نگاه بکنه یه فاصله خیلی دوری که اون کشتی رو در رو دقون شده بودن، حالا این شانسی زنده مونده بود و پریده و تو آب و کلی هم شنا کرده و این مسافت اومده، بعد میاد اونجا شروع میکنه به جنگیدن که یه مقداری حرکت احمقانه یه به عنوان یه کاراکتری که در طول مسیر ماجرا دیدیم جز اون دسته آدمه بودش که همیشه میرفت تقویت میشد بعدم میمد حمله میکرد، و الان دیدیم که اینجا اومد و یه فایتی هم بهمون نشون دادن و یه مقداری بیش از اندازه هم جیمی اینجا نابود شد شخصیت و کاراکتری که داشت، چون به عنوان یه شوالیه خیلی بزرگم اونو میشناسیم تو این مبارزه، انگار دو تا بچه داشتن با هم دیگه مبارزه میکردن و میجنگیدن که یه مقداری اصلا کیفیت نداشت. البته خب با توجه به تمام اتفاقاتی که تو این فصل افتاد، این فایت هم که اینجا بهمون نشون دادن کیفیت شبیه به تمام اتفاقاتی بودش که اینجا دیده بودیم. شماره 8 میدیم به جایی که بیلیش اومد رفت سانسا رو تحویل رمزی اینا دادش. یعنی تمام فصل پنجم اتفاقاتش تا قبل اون اتفاقات خیلی خوبی بود، فصل پنجم این انتهای مسیرش میشه گفتش که استارت حرکت های احمقانه رو زدن. اینجایی که میاد بیلی سانسا رو میاره تحویل رمزی اینا میده اصلا یه کار احمقانه ایه. اونا وقتی که توی ویل بودن دیدید که خب خاله اونو پرت کرد پایین، اصلا کل قدرت اون منطقه افتاد دست بیلیش، اینا اصلا نیازی نبودش که بیان سانسا رو جای دیگه ببرن، میتونست همونجا نگهش داره. این کار احمقانه ای که بیلیش میاد انجام میده همین باعث میشه که اعتماد سانسا نسبت به اون کم بشه که در آخر هم دیدیم اونطوری دخلش رو بردن. این اتحادی هم که رفت با رمزی اینا بخواد داشته باشه، گروهی که داشتیم میدیدیم اصلا کل شمال باهاشون مخالف بود، در انتهای مسیر لنستر هم پشت اونا رو خالی کرده بودن و هیچ پشتوانه دیگه ای هم نداشتن و بیلیش بخواد با اونا یه اتحادی رو درست بکنه، کاملا اون شخصیت باهوشی که داشت رو زیر سوال بردش و نشون داد که خیلی کاراکتر احمقی. یعنی حرکت احمقانه‌ای که اومد انجام داد، اتحاد با یه مسیر پوچی رو درست کرد که یه بی‌اعتمادی بزرگی هم با
سانسا ساخت بر خودش که در انتها باعث مرگش هم شد، که اصلا یه حرکت عجیب و احمقانه بود. شماره هفتم حرکت های احمقانه و اتفاقات رو میدیم به جایی که جان روی یخا بود، داشت با وایت واکر رو مبارزه میکرد، بهش گفتم بپر پشت اژدها و بریم، ولی این کار انجام نداد و موندش اونجا. این مبارزه کردنه و این سکانسی که اینجا داریم میبینیم هم کاملا این شخصیت رو نابود میکنه، به خاطر اینکه کاراکتری بودش که به بقیه اهمیت زیادی میداد، مطمئنا دلش میخواد سریعتر از اونجا بره، ولی این شخصیتی که اینجا بهمون نشون دادن خیلی دیگه بیش از اندازه داشت حرکت‌های احمقانه انجام میداد. اصلا مبارزه کردن با اون وایت واکر و جلوتر رفتن رو اون یخه و بعدش یه دفعه میگه اینجا یه چیز درست نیست، میدوه عقب که فرار کنیم بریم. خب تا قبلش هم منتظر وایسته بودن که بیاد سوارشن فرار کنن برن دیگه. همین لجبازی و مسخره‌بازی و حرکت احمقانه که اینجا داریم می‌بینیم باعث کشته شدن یکی از اژدها میشه. یه کشته شدن و یه صحنه مرگی که کاملا احمقانه است و اینجا داریم می‌بینیم که اینو بهمون نشون میدن. بعد از اونم که توی یخا میفته می‌بینیم که عمو بنجی سر و کلهش پیدا میشه و میادش اونو نجات میده و این کاراکتر هم کشته میشه. یعنی این لجبازی الکی و وقت تلف کردن روی اون یخا و کشتن وایت واکرایی که فایده هم نداره باعث این میشه که کلی آدمی واسه کشته بشن و جزء اتفاقات و صحنه‌های احمقانه ایه که تو این فصل دیدیم. شماره 6 اتفاقات احمقانه رو هم میدیم. تو اون سکانسی که توی وینترفل جنگ با وایت واکر رو داشت اتفاق میفتاد و جان یا دیدیم که وایت واکر رو محاصرش کردن، تو این اتفاق و مسیری که داشتش دیدیم که اون از اژدها افتاد جایی که نایت کینگ هم هست و داشت میدوید سمت نایت کینگ که باهاش مبارزه بکنه. همه منتظر این بودیم که یه فایت خیلی خوب یا اینجا ببینیم، ولی خب روند اتفاق اینطوریه که داریم نایت کینگ رو با اون همه قدرت و عظمت میبینیم که دنده عقب میگیره که فرار بکنه، مرده ها رو همه رو بلند میکنه، میرز سر جان و محاصرش میکنن، خودش هم اینطوری یواش یواش میره عقب. یعنی در طول کل مسیر اتفاقات که دیدیم همیشه نایت کینگ از جان دور میشد و میرفت عقب، که علتش هم آخرش نفهمیدیم برای چی بود، به خاطر اینکه یه نفر دیگه هم اومده بود اونو کش، که اصلا کاری هم بهش نداریم. تو این سکانس محاصره و اتفاقاتی که داره میفته وایت واکر ها خیلی آروم و ریلکس میان سمت جان حمله میکنن، در صورتی که تو اتفاقاتی که همینجا تو این قسمت داشت دیدیم که وایت واکر ها خیلی با کله و میدویدن میرفتن حمله میکنن به بقیه بزنن پاره بکنن، که همچین هم کسی رو پاره نکردن و کلی آدم هم زنده مون در انتها. اینجا هم داریم میبینیم همچین اتفاقی میفته، یعنی سکانسی که داره وقت کشی میکنه. بعد از اونم میبینیم که انقدر همه چیز تاریکه، بعد از اونجا جانم نجات پیدا میکنه و میره و کل هزینه ای هم که برای این قسمت کرده بودن، با اینکه داریم این جلوی ویژه خیلی زیادی داره سکانس خیلی بزرگی به اون نشون میده، ولی انقدر تاریکی که به این راحتی همه چیز مشخص نیست، که این خودش هم جزء حرکت‌های احمقانه ای که اینجا اومده بودن و انجام داده بودن. شماره 5 اتفاقات احمقانه رو میدیم به جایی که جیمی حمله میکنه سمت دنیرس تا اونو بکشه. تو این سکانس اگه نگاه بکنی فاصله ای که جیمی تا دنیرس داره خیلی فاصله زیادیه، با اسب هم هست وسط رو داره میدوه، یه نیزن ورم داره، کلی هم سر و صدا داره میکنه که داره میرسه اونجا، برخره اون اسب تو اون مسیر داره حرکت میکنه، کلی صدا میده. بعد داره دنیرس و اژدها رو با هم دیگه نگاه میکنه و این حرکت و حمله کردن به سمت اون کاملا مشخصه که داره خودکشی میکنه، چون اصلا دلیل دیگه ای نداره تو به سمت یه اژدها با نیزه بخوای حمله بکنی، مشخصه تو بخوای برسی بهش یا گاز میگیره پارت میکنه یا آتیشت میزنه پارت میکنه، به هر حال پارت میکنه، به هیچ نتیجه نمیرسه. و این حرکت برای جیمی که یه شوالیه خیلی بزرگه و اژدها رو توی میدون جنگ دیدش، بازگه حرکت کاملا احمقانه ای که داره این شخصیت رو اینجا نابودش میکنه. جالبه که تاریون هم تو این لحظه داره برمیگرده میگه این کار نکن احمق، کسی که خودش به عنوان احمق در این کاراکتر توی انتهای مسیر دیده میشه که کارهای احمقانه ای انجام میده. از این بگذریم، تو اون سکانس که داره حمله میکنه سمت دنیرس و اژدها میخواد آتیش بزنه، خودش داره اژدها و دنیرس رو میبینه نمیپره توی آب و داریم میبینیم که میانو نجاتش میدن تو این سکانس، که بازم داره نشون میده این سکانس فقط درست کرده بودن که مثلا یه لحظه احساسی بخوام بسازن، هیچ فکر درستی هم روش نشده بود. شماره 4 اتفاقات احمقانه رو میدیم به سکانسی که جیمی و سرسی مردن، یعنی سکانس مرگی که براشون درست کرده بودن که زیر آوار همون قلم رو مقر پادشاهی مردن، یه مقداری خوب میشه گفتش که تا حدودی بد نبود ولی سکانس جالبی نبودش. همه انتظار داشتیم که سکانس جذابتری ببینیم، یعنی تو اون سکانس تئوری مانندی که میدادن خیلی هم اصلا میمدن میگفتن خب جیمی به سرسی شاید خیانت بکنه، اونو بکشه، این جنگ رو تموم بکنه، شبیه همون کاری که حالا جان با دنیرس کرده و اینطوری جنگ تموم بشه
و بقیه زنده میمونن و اتفاقاتی که پیش میاد، ولی خب یه همچین چیزی به اون نشون ندادن. تو فیلم نامه اون سکانس اولی هم که نوشته بودن قرار بودش که آریا بیاد اونجا، حالا جیمی رو بکشه، صورت جیمی بزنه و بره سمت سرسی و اونجا بزنه سرسی رو بکشه و اون انتقامش هم از اون کاراکترها بگیره، ولی خب یه همچین اتفاقی هم نیفتاد و رسیدیم به آجر. و خب سنگ و آجر وسیله خیلی خوبی بود که میتونستیم دو نفر رو بیاد بکشه از نظر تیم سازنده، و به نظر روی سکانس مرگ اونا یه مقداری کمکاری کردن، میتونستن این سکانس رو جذاب‌تر بمونشون بدن. شماره سوم میدیم به جایی که سرسی تایم اینو داشت تا تریان رو بکشه ولی این کارو نکرد. همون جایی که میبینیم جلو در قلعه میان وای میسن تیراندازایی که آمادن به فرمان اون تا شلیک بکنن سمتش، ولی میبینیم آخرش میذاره بی خیالش میشه. ما توی روند ماجرا بارها دیدیم که سرسی و تریان با هم دیگه اصلا کلا مشکل دارن، اون ازش متنفر بود و میخواد سختش رو بیاره، حتی دیدیم که براش قاتل هم فرستاد تا بیان اونو بکشنش، ولی میبینی تو ادامه روند ماجرا جایی که خودش میتونه خیلی راحت بیادش اونو بکشه بیخیالش میشه و این کار انجام نمیده. حالا قبلش که باش روبرو شد میتونست خیلی راحت بکشه و ازش گذشت، میگیم به خاطر اینکه میخواست اون نقشهشو پیاده بکنه، اینکه اول نشون بده متحده بعدن بزنه زیر ماجرا، ولی اون جایی که جلوی در قلعه میادش یعنی جاییه که کاملا میتونه خیلی ریلکس اونو بکشه و قضیه رو تموم بکنه، ولی این کارو انجام نداد. این عشق و نفرتی که اینجا اومدن بهمون نشون دادن انقدر بالا پایین زیادی داشتش که حتی خودشون که همچین مسئله اینجا داشتن بهمون نشون میدادن گیج شده بودن. در آخرم معلوم نشد که اون تنفر این وسط وجود داشت یا یه عشقی که اینجاست و بهمون نشون نداده بودنش. شماره دوم اتفاقات احمقانه رو میدیم به یه دیالوگی که از جیمی شنیده میشه. اون برمیگرده میگه که من به مردم بیگناه هیچ اهمیتی نمیدن، اصلا مردم برام مهم نیستن. این کاملا میاد شخصیت جیمی رو نابود میکنه. به عنوان یه شوالیه بزرگی که توی استروس وجود داره، یه جنگجوی بزرگی که به خاطر مردم بیگناه کل کار انجام داده، اون شرافتش رو زیر پا میذاره، پادشاه دیوانه رو میکشه تا بتونه مردم قلمرو رو نجات بده دست یه پادشاه بیخود. و اینجاست که وقتی میاد یه همچین دیالوگی میگه، این دیالوگی باعث میشه که کل اون آرک شخصیتی که این کاراکتر داشته، تمام کارهایی که اومده انجام بده رو اینجا نابودش بکنه. اصلا برای چی باید همچین دیالوگی برای همچین شخصیتی وجود داشته باشه که داریم میبینیم کاملا متفاوت نسبت به لنسترهای دیگه که دیده بودیم، و داره سعی میکنه رو اون شرافت شوالیه بودنش همیشه جلو بره و میدونیم که به افراد بیگناه هم اهمیت میده، به خاطر همین اصلا میاد تو اون جنگ انتهای جلو وایت واکر را شرکت میکنه. ولی این یه تیکه دیالوگه اصلا یه دیالوگ کاملا احمقانه بودش که باعث این میشد که کل آرک شخصیتش نابود بشه. و اما شماره یک پارت دوم اتفاقات احمقانه رو میدیم به جایی که ارتش دوتراکیا رو داریم میبینیم که همه آماده به جنگن و میزنن تو دل تاریکی. این حمله ای که اونا دارن اینجا انجام میدن، این که داریم میبینیم یه ارتش میاد میزنه وسط تاریکی که هیچیش هم دیده نمیشه کاملا احمقانه است و خودتون اینو خوب میدونید. و جالب اینه که کل اون ارتش هم اینجا داره حمله میکنه با مشعلهایی که دست خودشون گرفتن، شمشیرهایی که روشن شده، و نمیفرسته تیمی و جلو تا بتونن منطقه روشن بکنن، تیکه تیکه جلو برن. داریم میبینیم که حمله کاملا مستقیم و احمقانه تو دل تاریکی میان انجام میدن که هیچ چیزش مشخص نیست. هم میاد اون استراتژی اونا رو زیر سوال میبره که کاملا موجودات احمقی هم. هم میادش در کنارش رهبری که اینجا داره انجام میشه هم زیر سوال میبره. قبلش تو اتاق جنگ دیدیم جان داشت صحبت میکرد، میگم آقا مستقیم نمیشه به اینا حمله کرد، باید یه استراتژی برای حمله داشته باشیم، ولی تو این سکانس حمله داریم میبینیم که کاملا همه مستقیم میان و این حمله رو انجام میدن و یه لشکر رو داره همینجا نابودشون میکنه که همه دونه دونه خاموش میشن و دخلشون میادش. و اینجا داره نشون میده حرفی که خود تیم سازنده میزنه، کاری که میاد خودش انجام میده رو جلوتر پیگیرش نمیشه و برای خودش یه سکانس دیگه رو درست میکنه که واقعا اینم جزء اون سکانس احمقانه است. و جالبه که کل این ارتش اینجا نابود میشه، همه از بین میرن، ولی بعدن باز مرتبه داریم میبینیم که از این ارتش کلی دیگه آدم مونده که در آخر بهمون نشون میدن. حالا اینو میگیم اومدن دو تا پارت کردن و همچین سکانسی اینجا درست کرده بودن، ولی خب جزء شماره های احمقانه ایه که میتونیم اولی لیستمون بذاریم. و خب اینم پارت دوم اتفاقات احمقانه. امیدوارم که دیدن این ویدیو هم لذت برده باشی. اگه سکانس احمقانه دیگه ای هم دیدی میتونی شما هم توی کامنت برام بنویسی، لایک و سابسکرایب هم یاد نره فعالش بکنی، اینطوری میتونی محتوای جدید دسترسی پیدا بکنی و بیای توی کانال ویدیو جدیدو تماشا بکنی.
و این ویدیو رو هم برای تنظرم اینجا در مورد قدرتمندترین خدای دنیای مارول، هم کمیک هم دنیای MCU با هم دیگه صحبت کردیم که میتونی بری این ویدیو رو هم تماشا کنی. و خب دیگه حرفی هم نیمونو تا ویدیو بعدی. بدرود.